افشای اطلاعات مربوط به احتمال کاربرد پهپادهای ساخت ایران از طرف روسیه تو جنگ اوکراین از طرف مقامات رسمی آمریکا تو زمان سفر بایدن به خاورمیانه خیلی ها رو متعجب کرد. جیک سالیوان که همون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به خبرنگارا گفته اطلاعات آمریکا حاکی از اونه که دولت ایران در حال آماده شدن برای انتقال صدها پهباد از جمله پهپادهای مسلح توی جدول زمانبندی تسریع شده به روسیه است. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتاری، یکی از بزرگترین کانالهای نظامی یوتیوب فارسی، خیلی خیلی خوش اومدین. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی یا با سبک ویدیو ما آشنا نیستی، این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه خوشت اومد به یکی از نظامی ترین کانال های یوتیوب فارسی ملحق شو. بی‌معطلی بریم ادامه ویدیو. جنگ اوکراین 4 ماه و اندیه که ادامه داره و طولانی شدن اون کمبودهای مهمی رو برای ارتش روسیه ایجاد کرده. برای مثال از دست رفتن تعداد زیادی تانک‌های سری T-72، T-80 و T-90 باعث شده که روسیه به استفاده از تانک‌های خیلی قدیمی T-62 رو بیاره که مدت زیادی از خدمت خارج شده بودن. تانکایی که مربوط به دهه 1960 و فناوری اونو بیشتر از نیم قرن قبله. علاوه بر این، روسیه برای تولید تانکای جدیدش به خاطر عدم دسترسی به برخی ریستراشا به خاطر تحریمای غرب با مشکلات جدی روبرو هستش. همینطور باید به کمبود تأمین موشکای تهاجمی اشاره کنیم که سبب شده ارتش روسیه موشکای بالستیک توچکارو که از خدمت خارج شده بودند مجددا به کار بگیره و یا از موشکای ضد هوایی S-300 برای حملات زمین به زمین استفاده کنه. همینطور تو مواردی از موشک کروز ضد کشتیه خاب 22 علیه هدفهای زمینی استفاده کنه. اما در مورد نیروی هوایی، درسته صدماتی که روسیه متحمل شده کمتره، اما بازم قابل توجهه. روسیه تا الان با توجه به آمار مستند 35 هواپیمای بال ثابت جنگی و 49 هلیکوپتر را از دست داده، اما تو حوزه پهپادها دست کم 95 پهپاد روسیه نابود شدند. از دست رفتن پهپادهای روسی اونقدر زیاد بوده که روسیه مجبور شد از پهپادهایی که تو خدمت نیروهای غیر نظامی اون مثل پلیس و مرزبانی و آتش نشانی و جنگلبانی استفاده کنه و اونا رو تو میدان جنگ اوکراین به کار بگیره. نیاز به پهباد به سبب گستردگی میدان جنگ اوکراین و تهدید دائمی توپخانه و راکت اندازهای اوکراینی به قدری زیاد بوده که ارتش روسیه حتی فرصت نداشته آرم و نشانی روی پهبادهای نهادهای غیر نظامی خودش رو پاک کنه. روسیه فناوری ساخت پهباد رو از اسرائیل خریده، به علاوه تو زنجیره تامین قطعات پهبادهای ساخت خودش به شدت نیازمند قطعات وارداتیه و به نظر میاد تحریمای اعلام شده روی روسیه روند تامین قطعات برای این پهپادها رو به شدت دچار مشکل کرده و بعیده روسیه بتونه با تیراژ بالا پهپاد تولید کنه. از اول جنگم روسیه از چین خواسته بود تا در مورد بعضی از اقلام دفاعی مثل پهپادها کمک کنه، اما به نظر میرسه که شرکت‌های خصوصی چینی به خاطر ترس تحریم آمریکا و اروپا از همکاری با روسیه تا حدودی خودداری میکنن. به خاطر همین دست روسیه زیاد باز نیست و از این طرفم ایران تنها انتخابیه که روسیه میتونه روی کیفیت پهپادهای اون حساب باز کنه. اما میرسیم به پهپادهای ایرانی و سابقه آشنایی روسیه با اونا. دست کم از حیث تنوع ایران یکی از متنوع‌ترین مجموعه های تولید پهپاد رو داره. انواع و اقسام پهپادهای شناسایی، هجومی و انتحاری از طرف ایران ساخته شدن تو میدانهای واقعی جنگ تو سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و یمن و همینطور کشورهای غیر از خاورمیانه مثل میانمار، ونزوئلا و اتیوپی آزمایش شدن و به کار گرفته شدن. حمله های پر سر و صدا مثل حمله به تأسیسات آرامکو عربستان و بقیه شهرهای این کشور یا حمله به امارات متحده عربی از جمله به بخشی از فرودگاه ابوظبی تو کارنامه پهپادهای ایرانی قرار داره. این پهپادها حتی رکورد انهدام سامانه پاتریوت ارتش عربستان رو دارن و اسرائیل هم از اونا به عنوان یکی از تهدیدهای خیلی جدی برای خودش تلقی میکنه. پهپادهای ایرانی ارزونن و کاربردشون هم راحته. ایران اونا رو بدون نیاز به کمک خارجی تولید میکنه و شماری از این پهپادها مسلح و انتحاری مثل شاهد 129، اوابیل 5 و مهاجر 6 و شاهد 136 تونستن ارزش نظامی خودشون رو اثبات کنن. روسیه خودش از نزدیک تو جریان کاربرد این پهپادها بوده و تو جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای ارتش روسیه بارها در کنار ارتش سوریه و همینطور نیروهای ایرانی با این پهپادها کار کردند.
عکس‌های منتشر شده از جنگ سوریه بارها نشون میده که چطور پهپادهای شناسایی ساخت ایران بر فراز ادلب یا حلب پرواز میکنه و بعدش هم جنگنده های روسیه با استفاده از اطلاعات به دست اومده از پهپادهای ایرانی منطقه مورد نظر رو بمبارون میکنند، به طوری که بارها پهپادهای ایرانی اقدام به هدایت آتش توپخانه روسیه با مهمات هدایت شونده روسی به سمت مواضع تروریست‌های سوریه کردند. اما میرسیم به بخشی که پهپادهای ایرانی چطور میتونن قاعده بازی رو تو اوکراین تغییر بدن. قدرت آتش روسیه تو یکی دو هفته اخیر دچار مشکلات زیادی شده. حملات اوکراین با راکت های دوربرد هیمارس یا توپخانه با گلوله های هوشمند اکسکالیبور ضربه های سنگینی و به انبارهای مهمات روسیه زده. از یه طرف هم موجودی مهمات به شدت کم شده و همین مسئله برگ برنده روسیه تو جنگ یعنی آتش متراکم توپخانه رو تضعیف کرده. به خاطر همینم برای نیروهای توپخانه یا راکتی روسیه به دست آوردن تعداد زیادی پهپاد هجومی یا انتحاری مهمه. به ویژه الان نیروی هوایی روسیه با نگرانی از پدافند اوکراین از فعالیت خودش کم کرده و خزانه موشک روسیه هم کم شده. از یه طرف هم جیک سالیوان گفته که تعمیق اتحاد روسیه با ایران برای کشتن اوکراینیا موضوعیه که همه دنیا باید به اون به عنوان یه تهدید عمیق نگاه کنن. حرفای از این مدل تو آستانه و جریان سفر بایدن به خاورمیانه، ناکام موندن گفتگوهای برجامی، شکلگیری پدافند هوایی یک پارچه اسرائیل و کشورهای عربی با مدیریت سنتکام و همینطور سفر پوتین به تهران مقبولیت ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ایران میخواد به روسیه پهباد صادر کنه بیشتر میشه. و از یه طرف هم ایران ناوگان پهبادی خیلی بزرگی داره و این ناوگان دارای ارزش نظامی قابل توجهیه، به علاوه هیچ معنی قانونی در مورد صادرات تسلیحات از طرف ایران به روسیه طبق حقوق بین الملل و همینطور قطعنامه های شورای امنیت وجود نداره. بنابراین با وجود اینکه احتمال صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه بالاست، اما باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا این اتفاق رخ میده یا نه و اینکه چه پهپادهایی یا تو چه تعدادی به روسیه صادر میشن. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. برای حمایت از ما ممنون میشم نظرت رو تو قسمت کامنت ها برای ما بذاری و همینطور ویدیو رو لایک کنی.